سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای حبیب احمدزاده، نویسنده و فیلمنامه نویس به کتاب باز خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. منم از ادب و سلام دارم خدمت شما دوستان داخل استودیو و همه کسایی که دارن برنامه رو میبینن. ارادتمندم. آقای احمدزاده، حتما خودتون میدونین یه خصلتی شما دارین که خیلی منحصر به فرد و خاصه، یعنی آدمای مختلف با نوع نگاه های مختلف، نگرش های مختلف، طرز فکر های در واقع سیاسی مختلف، اجتماعی مختلف، همه شما رو یه جوری هم دوستتون دارن، هم قبولتون دارن، هم حرفتون مورد وثوقه. این خصلت رو چجوری به دست آوردید؟ حسن لطف شماست به عنوان رفیق فیلمنامه نویس و نویسنده. اگر البته من قابل باشم با شما اختیار ارادتمند محبت جدی میگم، خیلی نکته مهمی ها. نمیدونم، خیلی بعضی وقتا شب تربیت کسی ندارم، فکر نمی‌کنم وقتی با کسی برخورد می‌کنم قراره. انگار یه نگاه بی‌طرفانه دارین و براتون مهم نیست که حالا این باتون رفیق‌تره، اون دورتره، حالا حقو بدین به این به اون ندین. من بارها دیدم دو سه برنامه پیش شما یه مثال زدید، من پای برنامه‌تون تلویزیون نشسته بودم، اون مثال چند تا نقطه و نزدیک شدن نقطه‌ای که وقتی به نقاط نزدیک میشه به بقیه دور میشه، که هم فضیلت و هم رذیلت. من فکر میکنم اگه آدم خودشو محور نکنه و بقیه نقاط رو محور ببینه، هیچ وقت مشکل پیش نمیاد که این نزدیکی رذیلت محسوب بشه. یه حرف علامه محمد تقی جعفری میزنه، میگه تمام قرآن توی شعر سعدی جمعه: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بر همه عالم، بر همه عالم از اوست. خیلی یعنی خب اینه که من که نمیگم، که یعنی شما هیچ وقت خودتون حق مطلق پنداری نکنید. اینکه هر فردی احساس می‌کنه تو اون لحظه این آدم میتونه حسین باشه، میتونه یزید باشه. وقتی یه نفر یه کار خوب میداره، گروه خودتون رو شبوق تاییدش کن، فلان بکن. باید داشتن انصاف، من که ندارم ولی سعی کردم بهش نزدیک بشن، یا دوستایی که داشتم به من یاد دادن که در مورد هیچ کسی یه دفعه شمر مطلقش نکنم یا حسین مطلقش نکنم. هر لحظه آدم ها تو دگردیسی هستن. چقدر نکته که میگین مهمه، چقدر مهمه که جانب انصاف رو نگه داریم و بدونیم آدم ها خوب مطلق یا بد مطلق نیستن و ممکنه کلی کار خوب بکنن یه کار بد، یا کلی کار بد کرده باشن حالا با یه کار خوب. این خیلی نکته مهمه. باید نگاه کنی یه فاصله بین حق و درک کردن وجود داره. من سعی میکنم بیشتر درک کنم. نکو من با صدام حسین 8 سال جنگیدن بگه تو جبه. 8 سال جبهه بود. آره حالا اینی که دارم، حالا در ادامه پس بهش میگم. نه آره، اینی که دارم میگم اینه که آقا من صدام هم درک میکنم با تمام روزی که اعدامش کردن، که من گفتم آقا خوشحالی که اعدامش کردن. گفتم نگاه کن، صدام حقش بوده اعدام شه خاطر جنایت‌های شیمیاییش، این همه زن بچه‌ها، بچه‌های خودمون. ولی ای کاش بچگیش یه نفر دست اینو میگرفت، این قدرت رو به سمت سپیدی میبرد، آموزشش میداد. یه قدرت دیگه که به شیطانی تبدیل شده. باید آدم تعصب بخوره که چرا یه قدرت انسانی که میتونست خوب باشه به سمت بدی بره. یعنی باید تعصب رو بخوریم. پس میشه با آموزش به نظر شما مسیر رو عوض کرده به سمت مثبت؟ من یه مثال برات میزنم. من همیشه توی این گفتمان درباره اربعین خیلی تعصب میخورم که چرا ما همش به ظواهر موضوعات اربعین رجوع میکنیم. نکن راهپیمای اربعین 10 تا 15 میلیون آدم از 500 کیلومتر، 700 کیلومتر تا 80 کیلومتر پیاده روی میکنن. ما تو کشوری به نام عراق داریم راهپیمای انجام میشه که داعش وجود داره. او داره نفرت رو آموزش میده. بعد شما نگاه میکنید بچه های کوچیک که توی مسیر به عنوان عراقی دارن میزبانی کسایی که اصلا ممکنه همکیششون هم نباشن. آدم ها دارن راه میرن، میان به اینا آب میدن، غذا میدن، میبرن خونهشون، جورابشون میشورن. دوست داشتن کسی که اصلا نمیشناسنش رو آموزش میبینن، تمرین میکنن. 15 روز 20 روز در سال چه مدرسه ای چه دانشگاهی میتونه بهتر از این؟
به یک بچه از سنین کودکی بگه که تو موظفی دیگران بدونی که حتی بشناسی، فقط چون ظاهر امام حسینن دوست داشت. وقتی اینو تمرین کرد، هر سال تمرین کرد، متوجه میشه که دیگران غیر خودش هم وجود داره. به نظر این بزرگترین حسن راهپیمای اربعین صلحیه که به همدیگه یاد میده، تو هم دیگران در آغوش میکشی به خاطر هدف مشترک. این از اون به حرم رسیدن، این به حرم دل واقعی رسیدنه. و یه آموزشی که ما باید روش کار بکنیم. ملت‌ها میرن 8 سال با هم دیگه میجنگن، فلان میکنن، بهمان میکنن، چی میکنن. من بازم مثال برات بزنم. حالا تو نزدیک به ایام حاج قاسم هستم، یه مثال خیلی بزنم. شما وقتی بحث دل باشه، شما نکنید که مثلا حاج قاسم سلیمانی میاد 8 سال مثلا من رزمنده آلا بسیجی که شهرم زیر آتش بوده، با شما مال خوردن آبادان از البته هستم، پدری مال دلوار و بوشهر. بله، خب من لحظه که شروع جنگ شده دیگه آبادان بودیم و قضایا. من مثلا خیلی جالب برات میزنم. فکر کن 8 سال یه فرمانده ارتشی باید کشور دیگه میجنگه. جنگ که تمام میشه و الان که میگذره، ما میبینیم اون ارتش دوم، ارتش عراق، عاشقانه نه مزدورانه میاد زیر تحت امر یه فرمانده ایرانی قرار میگیره و این دو تا ارتش، نیروهای مردمی هشت و شعبی و بسیج و سپاه و ارتش، همه یکی میشن در مقابل یه نفس خیلی بزرگ به نام داعش. داعشی که وحشتش عین چنگیزخان مغول بوده. یعنی میگفتن داعش اومد شهرها خالی میشد، بری آدم برمیدانه میره اونجا، نه کار داره طرف کرده، یزیدیه، مسلمونه، کافره، مسیحیه، و همینا رو هم جزء لشکر ارتش خودش میاره و میتونه جلوی یک قوم ستمگری که با تفکر خیلی غلط که فکر میکنن باز اون حق مطلقه است که از اینجا جنایت پیش میاد. بس از این منید که آدم یاد بگیره که واقعا احساس بکنه برای تو برای وضع کردن آمدی، نهی برای فصل کردن آمدی. شاید آدم از این دو روز عمرش سعی کنه که دیگران بگه ای کاش اینطوری هم میشه زندگی کرد. بدونیم فکر کنم همیشه داریم اینو تو حرفا میگیم که برای وصل کردن، نه برای فصل کردن، ولی نمیدونم چرا در عمل یادمون میره انگار. بخاطر اینکه از دیالوگ برقرار کردن ضعیفیم، ناتوانیم، نمیتونیم خوبه همدیگه رو ببینیم، نقاط مشترک، قاعده های مشترک نمیتونیم ببینیم، سریعا دورا هم گارد میگیریم. یه حرفی رو که یکم به مذاقمون خوش نمیاد، این رو دلیل نفی و مطلق میبینیم، انتقاد رو دلیل دشمنی میبینیم، دلیل درسیدی. من یه بار تو برنامه شبکه خبر گفتم آقا نظرتون در رابطه با شبکه های ماورایی و گروه های مجازی که همش دارن به علیه ایرانتون، گفتم اگر من بودم ده ها نفره میداشتم فقط نقاط ضعف ما رو که اینا میگن یادداشت میکردم و در رفعش میکشیدم. یه ده آدم احمق اون وقت نشستن پول دادن به اینا که اینا به نقاط ضعف ما رو میگن، خواستش استفاده کنیم، هر جاش که درسته رو رفع کنیم. شما لطف کردین اوایل فصل دو هم مهمان ما بودید، توی این فاصله که گذشته ما الان دیگه اواسط فصل پنجمیم، کتاب جدیدی از شما منتشر شده؟ من یه مدر شاید تنبلی خودم یا حالا محبت دوستان، کتابم دیر به دیر چاپ میشه. محبت دوستان نه اینکه حالتی دارم، خودش کم خرق عادت دیگه، مثل من شرط با مشقت مثلا یادم 11 سال تا بعد چاپ شد، حالا تا یکم تنبلی های خودم بره پیگیری بود، یا کتاب کد 24 و اینا. دو تا کتاب دارم حالا توی انتشاراتیه که نه مشکلتی داره، خودم شاید درست پیگیری نمیکنم، چون مقولای دیگه دارم یادم تو بحث فیلم و این قضايا. پس این مدت چیکار کردیم؟ فیلم ساختیم. والا ما یه کار انسانی صلح طلبانه در مورد نگاه واقعی مردم ما به صلح به صورت عملی از کارشون که کاملا داستانی بره، کاملا مستند فیلم برداری شده. یه کار خیلی تجربی عجیب غریب از 3 تا شخصیت تو 3 تا نقطه دنیا، یکی یه خانم دکتر ژاپنیه، یه پروفسور اتریشی و یک هنرمند ایرانی که حالا انشالله یعنی چی هم داستانی هم مستنده؟ یه توضیح میدیم. والا ما قطعات کاملا مستنده گرفتیم، طوری تو تدوین استفاده کردن که کاملا داستانیه. یعنی اون اول فیلم نوشته میشه این داستان افسانه‌ای کاملا واقعی است، اسمش هم هست افسانه آدمیزاد و قول چراغ جادو. توی جشنواره امسال هست. تمام سعی اون اینه که برسه به امید. خیلی مشتاقم. پس من با اجازهتون یه بار دیگه کتابای شما رو معرفی بکنم و بعد ادامه بدیم. این کتاب مال شما نیست درسته؟ نه. خب اینو پس در بخش بعد اگر موافقین دربارش باشه باشه کنیم، اونو میذاریم توی بخش دوم، بریم سراغ این کتاب ها.
داستان‌های شهر جنگی حبیب احمدزاده که چاپ نهمشه و برنده بهترین کتاب قبلی الان چاپ 24م. چاپ 24م برنده بهترین کتاب سال دفاع مقدس داستان کوتاه سال 78، برنده رتبه اول بهترین کتب 20 سال داستان نویسی دفاع مقدس آبان 79 و به چاپ 24م رسیده. توضیح درباره این می‌خوایم بدیم. کتابیه که 7 داستان کوتاه شده که 3 تا یا 4 تاش فیلم شدن، مثل چتری بر کارگردان یا در واقع با آقای پور احمد اتوبوس شب روی ساخته شده. اتوبوس شب بر روی داستان این ساخته شده و داستانای دیگه مثل پرواقا و اینا که آقای شیخ دادی و دوستان دیگه کار کردن. جالبه 7 داستان 4 تاش فیلم شده. خیلی جالب. کتاب بسیار دیده شده و خوانده شده و مهم شطرنج با ماشین قیامت که فکر کنم ترجمه‌اش به زبان‌های دیگه هم در اومد. این کتاب برای این کتاب تو کشورهای دیگه ترجمه شده، مثلا آمریکا، چه می‌دونم صربستان اینا. این ترجمه انگلیسی شده درسته؟ بله. این آمریکا چاپ شده. بله آمریکا، خود اونجا هم چاپ شده. ما حالا تو دانشگاه رادجرز و نیودرسی هم تدریس میشه به عنوان ادبیات نوین خاورمیانه با چهار تا نویسنده از کشورهای دیگه. الان جزء کتب درسی که هیچ اشتباهی اومده مال فیلم دوستی دیگه است، نه این مال من نیست. خب اینا پس بخش بعد صحبت خواهیم کرد. این دوباره کتابی که به انگلیسی ترجمه شده، همون بازم ترجمه انگلیسی داستانای شهر جنگی که باز تو آمریکا چاپ شده. این کتابم در واقع هم فرانسه و عربیش و ایناش هم تو کشورهای دیگه ترجمه و چاپ شده. و این کتاب که طرح جلدش یادآور کارهای صادق هدایت، کد 24 یا بوفکور چگونه ساخته و پرداخته شد، پژوهشی از حبیب احمدزاده که دانشگاه هنر در واقع اینو چاپ کرده اگر اشتباه نکنم، بسوره مهر با همکاری دانشکده هنر و کلی از صاحب نظرها، آقای رضا امیرخانی، آقای دهباشی، آقای کیانیان، آقای مرحوم خسرو سینایی، آقای پاکدل، آقای مرحوم اکبر عالمی. ای داد و بیداد که چقدر این کرونا باعث شد ما الان هی مرحوم بگیم. بله. جناب مسعود فراستی، آقای وحید یامینپور، آقای بهروز افخمی، آقای کلهور، آقای مسعود جعفری جوزانی، دکتر محمد مهدی بهداروند، جناب هدایت الله بهبودی و خود آقای جهانگیر هدایت که در واقع خواهرزاده صادق هدایت هم هستن در باره کتاب صحبت کردن. این چیه؟ این چه پژوهشیه؟ پژوهش برای کسایی که چه بوفکور رو خونده باشن و چه بوفکور رو نخونده باشن کمک کنه که بدونن خاصگاه‌های شخصیت‌ها و ماجرای بوفکور طبق نظر خود هدایت واقعی، نه اینکه برداشت من شما. حالا بحث مفصلیه چون ما بیشتر در رابطه با میوهی به نام بوفکور صحبت میکنه. ما نمیم درباره درختی به نام درخت که چگونه میوهی به نام بوفکور رو ساخته یا پرداخته. میشه درباره این درخت و میوه مهم اصلا ما یه برنامه اضافه ضبط کنیم؟ حالا انشالله خدا عمری داد با این قضیه. شما که کتاباتون به چاپ بالای 20م رسیده، چه بازخوردهایی از این کتابا داشتید؟ بکنید به نظر من این مهم نیست که کتاب به چند چاپ میرسه، مهم اینه که 50 سال یا 100 سال دیگه که این کتابا خونده میشه آدم ها احساس کنن بازم فرزند زمان حالشون هستن. یعنی اگه کتاب من بنویسم طبق یه شرایط پشتیبانی، رانت و قضایای دیگه، کتاب من تجدید چاپ بشه ممکنه یه اثر زمانی بذاره یا فلان بذاره. ببین که آدم خودش احساس بکنه شرمنده نو و نتیجه خودش نمیشه. وقتی چه جوری آدم میتونه چیزی بنویسه که شرمنده نشه و فرزند زمان خودش وقتی بمونه؟ بازم انصاف از دست نده، یعنی احساس بکنه تجربه که نیست، تجربه واقعی بدون مماشات و به درد تو این مسیر دو امدادی که انسان ها با هم دیگه دارن. یعنی من نسل قبل یه چوب دو امدادی گرفتم، بهترش با سرعت بیشتر بدم به نسل بعدی. شما 8 سال توی جبهه بودین در زمان دفاع مقدس. آدم چه جوری میتونه داستان جنگی بنویسه که جانب انصاف را هم نگه داره؟ من یه مثال برات میزنم. من مترجم 2 تا کتاب انگلیسی، پروفسور اسپرایکمن انگلیسی آمریکاییه. ایشون کسی بود که بخاطر اینکه تو جنگ ویتنام شرکت نکنه، زمان جنگ ویتنام خب میدونه اونجا مثلا محمد علی کلی رو محکوم کردن، فلان کردن، مدالاش ازش گرفتن.
یادم به خاطر اینکه مشکل قانونی پیدا کنه فرار کرد اون رو خاورمیانه و رفته بود افغانستان. اونجا انگلیسی تدریس می‌کرد، زبان افغانی هم یاد گرفته بود و قضای دیگه. ایشون وقتی که آدم کاملا ضد جنگ، کاملا، وقتی اومده بود کتاب منو ترجمه کرده بود، من سوال کردم که شما یه آدم ضد جنگی؟ منم خودم آدم ضد جنگ حساب میکنم. من اصلا خودم هم ضد جنگم. من فکر میکنم وقتی آدم میاد از خانوادهش دفاع میکنه، اینا هم یه نوع صلحه. شما که نمیتونی به یه پلنگ یا شما رو تیک تیک کنه و این فانی که صلح طلبید، که مشکل بعدشه که شما اضافه تر از اون میخواید کار کنه. گفت نگاه کن، تو داستان شطرنج با ماشین، داستان شهر زنگتی طوری نوشتی که من صلح طلبم، فکر کنم منم تو موقعیت بودم منم باید همین کارو میکردم، منم باید همین کارو میکردم. یعنی نگاه کنید، ما تعاریفمون از جنگ و صلح باید به نظر من درست بشه. این که شما چون رفتید تو جنگ شرکت که پس خشونت جنگ رو تایید میکنید، من اصلا تایید میکنم. من فکر میکنم ما در مقام انسانی مثل گلبول سفیدیم. بعضی جاها باید به عنوان گلبول سفید کارش میکروب و ویروس میاد تو بدن. الان شما اگر بخواید بیاد به خاطر کرونا بره چی این همه دارو به بدنتون وارد میکنید؟ چرا پاتن رو دوست دارید ترشح بکنه؟ خب اونم یه نوع جنگ دیگه. تو همه چیزا مشکل اینجاست که شما یه توجیه بتراشید برای اینکه بخواید چیکار کنید، باش جنایت بکنید، تبدیل بشید به همون ویروسه. خود شما هم یک اون مقام وحشیگری رو به خود انتقال بدید. من همیشه میگم، من مثالای اینقدر تکراری زدم خودم خستم میشه. دخترم هم گفت رفتی دوباره تو کتاب بازی مثال زلزله و اینا رو نیاری. چیه مثال زلزله؟ من از دخترتون عذرخواهی میکنم چون ما نشنیدیم. نمیگم که نگاه کن، فکر کن تو زلزله بم که 40,000 نفر بنده خدا، خب رحمت خدا رفتن، گوینده رادیو بیاد بگه که امروز خوشبختانه 40,000 نفر تو زلزله بم کشته شدن، همه ما میگن دیوانه است، توهین داره میکنه، مغزش به قنوره پارسنگ برداشته داره این حرف میزنه. کسی که بگه جنگ خوبه، به نظر من همونطوریه. امروز خوشبختانه تو عملیات ما 40,000 نفرمون کشته شد. ولی تو همون زلزله بم یه دو بدن کمک، مردم از این آوار دره بردن. حالا بعد دو ماه که میخوان برن، ما براشون یه جلسه تشکر و تقدیر میگیریم. آیا یه تایید زلزله است یا تایید اونایی که جلوی زلزله ایستادن؟ ما از اونا تشکر میکنیم که خسارت کم کردن. بچه‌های ما هم نرفتن جنگ که جنگ را بندازن، رفتن جلوی جنگ که جنگ زودتر تمام کنن، جنگ کمتر کنن، جلوی جنگ ایستادن. این دو تا تعریف قاطی شده. خود موضوع جنگ رو دوست داشتن، این که اونایی که جلوی جنگ ایستادن تا جنایت کمتر بشه. مثلا من تو شهر آبادان کارم این بوده که توپخونه‌های دشمن که شهر آبادان و مردم محاصره رو پیدا کنم و نابود کنم. من هنوزم که شبا میخوام راحت میخوام، چون توپخونه رو زدم که داشته دل بچه مردم میکشته، باید ناراحت بشم، باید بیام فلان بکنم. من میتونستم اون موقع یه نامه مثل گاندی بنویسم به صدام حسین، آقای صدام حسین من خواهش میکنم شما شهر ما رو با توپ نزنید. شما میگفت عرض کردم برای کرونا میتونید در واقع گلبولای سفید بدنتون رو خارج بکنید. خب هر چیزی یه نقطه تعادل داره، از اون نقطه تعادل خارج شدن که همه جنایت ها رو میافرین. من اجازه بدین یه بار دیگه این جمله شما رو تکرار کنم، چون از اون جمله خیلی مهمه که هر چیزی یک نقطه تعادل داره و این تعادل رو پیدا کردن، جای این تعادل رو پیدا کردن در واقع خیلی این ترازویی که داره تکون میخوره و باید حالا وایسه دیگه. این خیلی نکته مهمی. یه چیزی گفتیم، چون آدمی که برای من خیلی جذاب، محمد علی کلیوگ اسمش آوردین، میدیدین مسابقاشو؟ دوستش دارین؟ حالا ما بچه که بودیم تو آبادان یادم تنها موقعی که مدرسه دور میرفتیم با کتک نمیخوردیم، آقای بسیرپور خدا بیامرزدشون، مدرسه مهرگان همین بود، یعنی مثلا 4 صبح بلند می‌شدیم که بوکس کلیه ببینیم، چون فکر می‌کردیم نماینده همه ما آدمای خاورمیانه یه در مقابل تمام ظلم غرب شد. و واقعا هم نماینده خوبی بود. بله، نماینده بود که هیچ وقت ناراحتمون نمی‌کرد و حتی وقتی میباخت بازم ما خوشحال بودیم، چون جنگیده بود حسابی جنگیده. من توی بخش بعدی می‌خوام یه کمی شما درباره اینکه 8 سالی که توی جبهه بودید و داستانهایی که نوشتید و چیزهایی که ما نشنیدیم، ما همیشه انگار یه مدل خاطره را شنیدیم، درباره یه چیزهایی که کمتر شنیده شده برامون صحبت بکنید. موافقین؟ خیلی خیلی متشکرم. چای میل دارین یا دمنوش؟ دمنوش من بدی بهتره، چون من کم فشار خون دارم.
هر چی بخوریم. آره مراقبت که میکنین از فشار؟ آره دیگه قرص میخورم. اینا اصلا مخصوص فشار خونه ها بسدن. رنگ قرمز هم داره که دیگه عالیه، آنتی اکسیدان داره. فقط بود. شکل خوردنش چجوریه؟ زود ای وای شما که میپرسین پس بگید خراب شد. خیلی تخصصی من حالا بتونین این آموزش ده. این آموزش ده. بله ببینید اینو اول بود بذارین اینجا. اینو گذاشتیم اینجا. بعد اینو بعد اینجوری کنین. بعد در یک لحظه بذارین اینجا و حالا دیگه اون در یک لحظه. بله تمام لحظه. الان دیگه آماده است. دست در نکنید. می‌خوام یه چیزی یاد گرفتم. خیلی ممنون. آقای احمدزاده گفتین که توی کتاباتون با وجودی که از تجربیات شما از دوره دفاع مقدس و جبهه و جنگ میاد، جالب تعادل و انصاف رو سعی کردین حفظ کنین. جوری که آدم های ضد جنگ هم خودشون رو اونجا پیدا میکنن. چه جوری این کارو کردین؟ چه جوری اون تجربیات جنگ به قصه ای تبدیل شد که هم قصه جنگ هم نویسنده رو یه آدم ضد جنگ نشون میده؟ نکن من دسته تایی داستانه من به عربی ترجمه شده، مثل داستان پرواقاب یا نامی بخانه سعد که دیرون تجارب جنگی. بعد رفته تو کشور عراق، بعد تو سایت های عراقی در واقع به شکلی ما میگیم چاپ شده چه میدونم، و مثل سایت الفشون نمیدونم چیشون، بعد مثلا اونا نوشتن که این دقیق ترین برداشتی که از حضور سربازای ما تو جنگ، حتی ما عراقی اگه میخواستیم چنین داستانی بسیم نمیتونستیم نکنه. اولا من خودم لبه رودخونه اروند به دنیا آمدم، بعد 500 متر برتر بدونه منم شدم عراقی. بعد به خودم میگم که اگه من 500 متر برتر بدونه اومدم چیکار میشدم؟ نیروی صدام میشدم. صدام میتونه منو بیاره بگه با این خمپارم بس شهر آبادانه بزن. ولی اگه من شادی کنم خودم خوشحال باشم عزیز، دیگه اون مال صدام نیست، مال که مال من حیام آزاده، این که عقده‌های شخصی خودم رو تخلیه میکنم. من چند مدت پیش رفتم اون دسته اروند برای اولین بار، جایی که با توپخونه زدم، کمپارندادی رو که زدم همه رو میدونستم. رفتیم پلی شهردار سیوی که آقا ما میخوایم دو تا پارک بازی این دست به اون دست آب نصب بکنیم که بچه ها بیان نصب کنن و اگر شد ادامه بدیم. بعد یه دفعه جووناشون هم بودم، من یه صحبت کردم برای اینا، گفتم بچه ها نکن الان ما شما میخواید بگید چتال عرب، من میخوام بگم اروند، درسته؟ آیا روزی که خدا این رودخونه رو صدها هزار سال پیش آفرید اسمش شتال عرب بود یا اروند رود بود؟ ما با آب ایرانی ها میگیم آب، انگلیسی ها میگن واتر، شما میگن مای. آیا به سریع قرار کسی همدیگه رو بکشه؟ خب شما میگید مای، ما میگیم آب، انگلیسی ها میگن واتر. حالا من او دست رودخونه بیسم هی به آبی که داره شیرینی که داره میره شور میشه بگم اروند رود، اروند رود، شما بگید شتال عرب، شتال عرب. این داره میره، داره بیره شور میشه، نه من ارزه دارم درسته اثبات کنم نه شما. بله میتونه بره من محترم باشه اسم اروند باشه، بره شما شتال عرب باشه، ولی دلیلی نداره که حتی یک قطره خون از هم دیگه بریزیم. موقعی که ما با هم مشترک شدیم و درست و با انصاف از این رودخونه استفاده کردیم، اون موقع میتونیم که ما انسانهای درسته رو بهتری هستیم، نه که انرژی اون بدن روی حماقتی که حالی استعمارگری اومده اون روز منطقه رو تقسیم کرده که این چنین جنایتی شک بگیره، مثل کشمیر، مثل جای دیگه. ما باید عاقل باشیم و درجه بحث رو از همون آب، مای و واتر خارج نکنیم. اینا قراردادایی که برای هر کشور محترمه. گفتم شما فکر بکنید که هر چه قدم بالاتر بیتونید آب وجه تصمیه رو این رودخونه نمیگیره، داره کار خوش میکنه، اصلا باشیم نباشیم، اصلا چند هزار سال دیگه ممکن اصلا مسیر رودخونه خشک بشه یا فلان بشه. نکنه اگه شما چنین دیدی داشته باشید، بعد درک بکنید همدیگر رو، بشینید این قاعده مشترکتون چیه. آقا بچه های شما بیکنه، اون دست رو تونه بچه ما هم بیکنه، ببینید چی کار باید کرد. اینه بذاریم مبنا، اینه بذاریم در مورد اینکه آقا نم آن منم، خب باش مارتو چی کارش کردی؟ این اصلا ربطی به اون ناسیونالیست متعادل نداره که من بله میگم اسم رودخونم اروند رود پاشم اشکال نداره، ولی اینکه این رو بهانه یک جنگ قرار بدیم غلطه، کشتار قرار بدیم غلطه.
لیکن یک کم فکر بکنیم، میبینیم که آقا ما خیلی از منافع مشترک داریم انسان‌ها. الان کرونا که اومده، آیا ما با همدیگه نباید کمک بکنیم که از این مشکل بریم؟ یه ویروس کوچیک اومده، الان هم جایش انگلیسیش کرد و فلان، ما کجاییم؟ بیماری ها، غیر دردهای دیگه فلان، ما اینقدر مسائل مشترک ما مبتلا بداریم که خب بله. یادم میاد مثلا ترامپ ممکنه به کسی به اینا میگه آقا من نژادم فلانم بهمانم کسی هم کار ندارم. قرار نیست او بره ما الگو بشه که او قرارداد بشه. من فکر میکنم که ما تو هر کدوم از واحدهای زیستی خودمون به عنوان سلول تجربیات نسل قبلی بگیریم، ببینیم به کجا رسیده، دوباره اشتباهات اونا رو مرتکب نشیم و گفتم این دو امدادی انسانی رو بگیریم، بهترش رو به نسل بعد برسیم. بگن ما اکسیژن گرفتیم، دی اکسید کربن پس دادیم. عجیبه که این تفکر شما که اینقدر درسته و اینقدر انسانیه، نمیدونم چرا خیلی منتشر نمیشه، خیلی گسترش پیدا نمیکنه. دلیلش خیلی ساده است، ما دچار توهماتمونیم. برای یه چیزایی یه اسمی میسازیم، در واقع تنبلیای خودمونه. یعنی چی میگم؟ من یه مثال میزنم. ما یه دوست داشتیم به نام های سید سیاه داری، شون رو کنگره شهدا رو دید، که ما یه بچه ها رو میاریم، او چیزی که روی سن اتفاق میاده فقط به دردم مسئولین ردیف اول میخوره. بیره همیشه کنگره رو باز تکرار میکنیم. مثلا یه فیلمی هم درباره ایشون دیدم، درسته یه فیلم مستندی درباره ایشون ساخته شده، آره یه چیزی ساخته بر خیلی نمیدونم یادم نیکرد چی باشه. نه ایشون اومد نگاه کنید، چون این شب دنبال واقعا تاثیرگذاری بود، اومد گفت آقا بیایم یه کار کنیم. گفتم یه عطلی بودی داره، میگه تفکری که با لذت و کاربرد همراه باشه هرگز به نتیجه بعد نمیرسه. شما 10,000 تا آدم بیار توی سالن، وقتی فرکانس زبانیش با اون چیزی که رو سن اتفاق افتاده مشترک نباشه، مثل اینکه او داره رو استبل 12 سخنرانی میکنه، اینا رو موج اف ام بهترین حرفا رو بدن. یعنی مثلا درباره امام حسین براشون صحبت کنه، میخوای بحث دینی کنه، نه علمی میخوای صحبت کنی، مخاطب اصلا با او ارتباطی برقرار نمیکنه. ایشون اومد تو جشنواره‌اش کرد، از سوگواره کنگره رو به جشنواره تبدیل کرد، بچه‌ها بزنن شادی کنن بپرن بالا، مثلا حرفا بدن که آقا جنگ چیده بدیه. حتی یه رفیق عراقی رو میورد که آقا بگه ما ملت عراق، شما ملت ایران، یه آدمی به نام صدام میخواد یه کینه ابدی بین ما دو تا ملت درست کنه با جنگ. خدا شکر نشد، ولی حواسمون باشه امروز با نوشته هامون با فیلم هامون اون کینه رو ادامه ندیم، چون اگر بالا حتی با ماهواره با اکنون کنه اصلا مرزی وجود نداره که ما دو تا مثل دو سمت رودخونه. خب ایشون اومد میرفت تو زندانا، تو خامه زندان ها ما چیکار میکنیم؟ مسابقه کتابخانه برگزار میکردیم. ببین اومد کتابای مثل دا، کتابی که فرد وقتی میخونه خودش قیاس میکنه، اینه او چیکار کرده، من چیکار کردم، اینا رو به عنوان قیاس میداد به اینا. بعد زندانی میخوند با خودش قیاس میکرد، میده سختیایی که یه آدم تو زندگیش کشیده تو خرمشهر کجا سختی خودش هیچه که تن به اشتباه داده، ولی یه کاری میکرد که بقیه نمیکردن. میفهمید که زندانی که الان کتاب میخونه میگه خویی که مال گذشته است، یا زمان یا دوره طلایی به خاطر جنگ و دفاع مقدس ملت رویه ای طوری داشتن، الان زندانمان به من توهین میکنه، دادگستری حق من خورده، زندانی هم خواهم شد حق به جانب خودش نگه میداره، خانواده هم تحت فشار بیرون. همین که میگه این مال گذشته تمام شد کات، این چیکار میکرد؟ یک کتاب در مورد اسرای ایرانی هم میداد به زندانبان اون زندان میخون. زندانبان کتاب میخوند، بعد میدید که عجب برخورای بدی کردن با اسرای ما، عجب جنایتای شده. و یه لحظه به خوش میگفت او در مورد غیر هموطنش که من دارم درباره هموطنم کار میکنم، حالا با یک شیبی. خب احساس میکنه که خودش باید خودش خجالت بکشه، مثلا میگه ما، اونم یه تحول توش رخ میداد، یه قیاس رخ میداد، قیاس با بهتری. بعد گروه سوم که خود مسئولین زندان، مسئولین دادگستری رو هم میگفت که آقا اگه شما هم کتاب نخونید، میگم سر پل خربگیری به قول خودمون، میذاشت روزی که میخواد جایزه بگیره ما جایزه نمیدم. من گفتم آقا برای چی جایزه قولت؟ میگه اگه شما کتاب نخونید چرا شما فهم میکنین نیاز ندارین کتاب بخونین؟ اونا رو هم درگیر میکرد. گروه چهارم خانواده زندانی، با زندانی میگفت که خودشون خونده بودن از کتاب خوششون اومده بود، و خودشون هم سیستم خوش ایران دان، یعنی هر زندانی 5 تا دیگه هم وادار میکرد، تو زندان هم بیکار بودن دیگه. بعد کنار این خانواده زندانی میخوند، میگه به اینا هم جایزه میدیم. فکر کن 4 تا گفت. او اتمسفر زندان رو عوض میکرد، نه فرد رو عوض میکرد. بعد طرف نگاه میکرد، یعنی محیط رو در واقع محیط رو درگیر میکرد. بعد طرف نگاه میکرد یه کتاب داره میخونه، برخورد زندانبان باش عوض شده،
برخورد مسئول زندان باش عوض شده، خانوادهش درگیر شده با این کتاب، قیاس پیدا کرده. بعد کنارش یه خیریه مرحوم حمید آخوندی که همیشه زحماتش واقعا ناگفته مونده، اونم گذاشته بود با تمام زندانی مصاحبه میکرد. مثلا طرف 200 تا 300 تا یه کابل دزدیده بود بخاطر 2 سال زندان بود مثلا. کابل با این مثلا گفتم وقتی کتابو خوندی اگر واقعا متنبه شده به عنوان تنبه اینکه چی شده و کتابه، میرای 200 300 تا منو جمع‌آوری میکردن زندانی آزاد میشد، براش مرخصی میگرفتن، جایزه مالی میدادن، مشکل خانواده شهر میکنن. یه طرف نگاه میکرد یه فرهنگ اومده توی زندان واقعا دارن بهش عمل میکنن و اینا میتونستن نیان زندان مثلا درود، از یه جای اومده اینجا که میتونستن نیاد. بعد خود همین زندانی ها رو مأمور میکرد به زندانهای دیگه که اونا میرفتن مثل پیامبرای جدید، بقیه زندانی ها اونجا رو چیکار میکردن؟ کاش گسترش پیدا کنیم. آره نگاه کنی این طرز فکر چون اینه بود که بیان یه مش کتاب مثلا من یادم توی زندانه کتابای حالا مالی انتشاراتی اورون که اصلا به درس زندانی نمیخوند، مثلا فلسفه برای شعر رئالیسم، آقا قوم درس بدی طرف نمیتونه بفهمه چی میگه، به چه دردی زندانی آدم به تحول میدیدی میشین. بعد مثلا چیکار کرد؟ اومد دو سه تا اتوبوس گیره بره، همه زندانیا مرخصی گرفتن، همرو سوار اتوبوس برد خرمشهر، با خودم اینو میسنده کتابا خرمشهر بهشون نشون داد فلان، چه میدونم قایق میگیره اینا تو رودخونه کارون میره خوشون گشت میزدن جشن میگرفتن. بعد موقع جواب دادن مثلا میواد نویسنده همون کتابا رو با خودم مثلا خانم حسینی و پرید پرستویی و اینا میوردن یه جشن روز سوم خرداد میگرفتن، جوایز اونجا میدادن، نهار میدادن، فلان میدادن. بعد اینا خونه هاشون میگفتن کیفی که ما اینجا میکنیم شما نمیکنید مثلا، ولی چون دلش میخواد. یا مثلا میواد چیکار میکرد تو 30 سالگرد جنگ همین شهید سید سیادتاری رو رودخونه اروند جشن کشتی دوستی راه انداخت بین بچهای ایرانی عراقی، آمپرنگ ایرانی خودمون آمپرنگ عراقی رو آورد، همه یک کشتی 80 تا بچه عراقی مال بصره اونده است با بچهای خودمون اروند، اینا اومدن اونجا یک جشن سور رو انداختن که تلویزیون عراق و ایران هم پخش کرد. دارین میگین 30مین سال جنگ، پس چه جوری ایشون شهید شدن؟ ایشون نگاه کنید من یه نکته رو بهت بگم، اون افسر عراقی که با خود حالا حراستی که با خود بچه عراقی اومد، وقتی اومد از مرز با بچه عراقی برگردن یه حرفی داد برگشت، چون چشش مصنوعی بود یه انگشت نداشت، برگشت گفت نگاه کن من الان برگشتم به شرافت ایرانی ها دیگه قسم میخورم. اون عراقی گفت، افسر عراقی که 8 سال با یه آدم جنگیده. نگاه کن ایشون آدمی بود که جشنواره رو زلزله میومد بریم 60,000 تا بچه رو میورد تو منطقه زلزله براشون جشن میگرفت صبح و بعد از تو سالن های ورزشی و پرید پرستویی هنرمند اینا میدن بچه ها رو ریکاوری روی میکرد، میگو اینا الان احتیاج دارن که یکی بیاد ریکاورش کنه، ذهنشون رو تغییر بده که بتونن به درس و مشق کنن. سیل میواد همین کار، زلزله، مناطق محروم که الان بچه‌ها دارن مثلا با همین تفکر پارک بازی درست میکنن تو همین کرونا، شاید تا الان 270-80 تا پارک بازی تو مناطق سیستان، بلوچستان، کرمان، روستاهایی که هیچ کس نمیره. نگاه کن برو بچه این یه اتوپیا میشه، یه مدینه فاضل احساس میکنه، یه دون بدن دوستش داشتن براش گذاشتن. و دو مهمترین که اصلا اجازه سخنرانی نمیداد، نه امام جمعه، نه سردار، هیچ کس، نه شخصیت سیاسی، نه سخنرانی، اصلا هیچ کس نداره. فقط اگه میخوای بری برو بیس کنار فنان هنرمند معتمداری پرچم تو کمد با بچه‌ها پایین دارن شادی. چقدر جالب اگه این سخنرانی از مراسم آره. هست بشه. یعنی میگم آقا این سخنرانی هر کی میخواد سخنرانی کنه ردیف اول بردار بره بیرون با هم بشینن صحبت کنن، چون این حرفه که میزنن اصلا به درد بعد از ردیف اول به بعد نمیخوره، حتی به درد اونا هم نمیخوره، چون حرفا تکراریه. و این نگاه تاثیرگذار بود، یعنی بچه‌ها براش میشن نقطه عطف تو زندگی، مخصوصا تو روستاها. کتابایی که میبرد مثلا برای بچه‌ها کتابای علمی کاغذ رنگی گلاسه علمی که این بچه مثلا تو سیستان بلوچستان نگاهش از این خاک دوره برش بره بالاتر، همه چیز با تاثیر و اثرگذاری تعریف میشد. حتی علاوه بحث دینی، ما یه جانمازای کوچیکی برای بچه‌ها درست میکنیم، اینقدر اینا قشنگه که بزرگا هم دوستان روی نماز کاملا رنگی، کاملا خوشگل، یعنی چی میگم؟ که یعنی بچه دوست داره بهش بنازه بره بگه نشون بده منم میخوام نماز بخونم. تو میخوای نماز بخونه بچه، خب چه نماز بهش بده، این چیزی رو بهش بده که دوست داشته باشه، که براش حس گفتم هم تفکری باشه که هم لذت ببره هم کاربرد براش داشته باشه. ما هیچ وقت نتونستیم یه کاری بکنیم که مسلمون بودنمون طوری باشه که با لذت بخوریم همراه بشه،
این احساس تید نکنه، چون او دنبال تأثیر گذاشتن بود. من فهم کنم این همون چیزی که امروز ما بهش میگه مکتب سلیمانی، این تو مکتب فرهنگی تأثیر گذار بود. نکن تمام هنرمنده این کنن خرق عادت بودن. شما از معتمد آریا، خانم کرامتی، کیانیان، پرستویی مخصوصا که تو همین دوره ها بوده خدا عزتش بده، به همه خانم گوهر خیراندیش، خانم افسانه بایگان، اینا میبدن با بچه ها درباره کشورشون. چرا میگین خرق عادت بوده؟ نگاه کنید ما همیشه عادت کردیم تو کنگره شاهده کی بیاریم سخنرانی کنه؟ امام جمعه یا سردار یا صحبت کنه. ولی شما فکر کنید بدون اینکه اینا بیان سخنرانی کنن، اینا میومدن برای بچه‌ها در واقع همراه میکنن. امام جمعه تندم رو تخم چشم میومدن میشستن، ولی نمیفهمیدن که اینا زبان بچه‌ها رو بهتر بلدن. و این درباره مکتب بازم توضیح بدین که منظورتون از مکتب چیه؟ نکن مکتب سلیمانی که میگم همین که چه کار بکنین که دلها جمع بشه به اساس یک هدف صحیح و انسانی. نکن من بازم قاسم سلیمانی درست تعریف نمیشه تو مملکت ما. قاسم سلیمانی به عنوان یه نظامی داره تعریف میشه که برای جلوی زیاده خواهی غرب رو، داعش رو گرفت. نکن داعش اگر واقعا یک گروه افراطی متعصب ایدئولوژیک بود، باید به جای اینکه فشنگاشو بزنه به مسلمونا، باید یک تیر به اسرائیل شلیک میکرد. دقیقا تو مرز اسرائیل تا حالا یک تیر به اسرائیل نزده. یه سوال دیگه، اگه من یه آدم افراطی باشم، باید حتی اگه فرموندم هم نگه بری دنبال جنگ با اسرائیل باشم، اگه افراطی گری که میگم چجوری میشه 1300-400 تا مجرونی که خودت الان تو یوتیوب بذارید، مجرونی تو خود اسرائیل درمان میشن. یه جای کار بازی داره دیگه، یه جای کار تو اون بکن. یه تعریف از مسلمانی درست کردن به نام داعش، هر کی بگه مسلمان میگن داعشی. چقدر از آدمایی که اونجا هست نکنه این یک برنامه شد که هر ارزش مدرنی به عنوان یک ضد ارزش تبلور پیدا کنه. گفتم اگر ما قاسم سلیمانی رو میبینیم که فرمانده نیروهای ایرانی و میره فرمانده عاشقانه نیروهای عراقی و سوری و دیای دیگه میان زیر چترش و میسن جلوی دشمن، و واقعا نگاه کن من جنگو دیدم، وقتی میان میگن که داعش جرئت نمیکرد بیاد ایران، ما اشتباه کردیم رفتیم خاک عراق، من بهشون میگم نگاه کن دو تا خنفر انداد روبروی آبادان بود، شهر آبادان خالی شد. چون وقتی گل خنفر شلیک میشه میاد تو زن بچه مردم میخوره، شما مجبوری دست زن بچه تو بگیری ببری از شهر خارج کنی، نمیتونی بگی فلان. فقط کافی بودی داعشی ها شهرهای ما رو با خنفر تو میزن. الان سوریه چقدر مهاجر جنگی داره؟ ما دم مردم حداقل 20 میلیون آدم داریم. یعنی شیرازه کشور اومدن پاشیم شد، یه عده اومدن خودشون داوطلب شدن بلند شدن رفتن جلوی اینا ایستادن. طرف هیچ کسی تو اتوبوس پیاده نکردن که تو باید بری، هیچ سربازی رو نگفتن چون تو سربازی بیا برو. من بذارم کسی وقتی حق داره تنه حرفی رو بزنه که به زور ببرنش. ما تو جنگ 8 ساله اونم به زور بردن نبوده. ببین من دارم اینو میگم، مکتب سلیمانی اون محبت جاری کردنه که همه عاشقانه دوستش داشتن، باید بریم پیدا بکنیم. همین های سید سیاه طاهری و شما هر کدوم از اون فکر بکن در جشنواره فجر خانم رخشان بنی اعتماد، مهتاب کرامتی، سرکار خانم شاه حسینی و دیگران اومدن بالا. خانم رخشان بنی اعتماد گفتن که اگر تو دنیا دو نفر سه نفر مثل سید طاهری بود دنیا گلستان میشد. حرف کمی نیست. خانم بنی اعتماد اومده نیست که بی خودی حرف بزنه. دوباره همین داستانه بهتون گفتم، ما بلد نیستیم درست حرف بزنیم. من یادم داستان شهرجنگ که چاپ شده بود، من سر فیلم تطریب کارگران مشاور آقای ابراهیم بودم. خب بازیگر خانم اوشنم بود و این کتاب رو من تازه چاپ 74-75 اولی چاپ. سر کدوم فیلم فرمودیم؟ تطریب کارگران چیز ببخشید برج مینو. من معذرت برج مینو، سر فیلم برج مینو. بعد آقای حاتمی کیا بعد اینا یه روز خونه تازه اومدم تهران با خانواده، تلفن خونه زنگ اون موقع موبایل نه. برداشتم گفتم بفهم. گفت من آقای احمدزاده بودم. گفت من آقای کیارستمی، من کیارستمی هستم. من واقعا یعنی خب ذهنیتش که عباس کیارستمی بخواد به من زنگ بزنه یا فلان. گفتم ببخشید کدوم آقای کیارستمی؟ گفت عباس کیارستمی کارگردان. خواهش کنم. گفت آقا من کتابتون رو از فلانی گرفتم خوندم، خیلی خوش اومده، خیلی داستانشون دلپذیره، داستان شهر جنگی. بعد همین کتاب شطرنج با ماشین قیامت، نه هنوز شطرنج چاپ نشده، اون کتاب داستان شهر جنگی. خب من خیلی تعجب کردم، گفت شما رو گرفتم، دوست داشتم زنگ بهت بزنم ازت تشکر کنم برای نوشتن این کتاب. خیلی جالب. خب شما نگاه کنید، نه آقای کیارستمی نیاز داشت به اینکه به من زنگ بزنه، نه چرا ما نباید توی جامعه مندی رو ارتباط برقرار کنیم
که تو قاعده های مشترک بتونه با هم حرف بزنه. ایشون اینقدر مرد بود که بیاید خب یا دوستی بین ما پیش اومد و ایشون ما بردیمش موزه صلح، موزه صلح جانبازانشون بیاید. ایشون وقتی بازدید کرد اومد گفت فلان من اصلا فکر نمی‌کردم که این نگاه منو به زندگی عوض کنه. صداش هست گفت وقتی اومدم اینجا خب می‌خواستم موزه ببینم. گفت من نگاه کردم اینا چقدر شور زندگی تو اینا هست. جانبازی که ریش عوض شده، دو تا چشش 11 بار قرنیه‌اش عوض شده ولی شادن برخلاف من. من امروز زنگ زدم به فرانی که آقا همیشه منو جشنواره فلان دعوت میکنه مثلا بیا فیلمای بچه‌ها رو ببین، کمتر میتونستم برم. ولی امروز با رویه رفتم و هر وقت هم ایشون میرفت سفر خارج همین فیلما رو با زینوستای مختار دوارش جانبازش میبرد با خودش میبرد و میداد ببینن. میگه کمترین کاری که من میتونم برای جانباز انجام بدم که بدون چه جنایتی در حق اینا شده باشیم یا اینا. من این دیالوگی رو هیچ‌وقت نفهمیدم چرا توی کشور درست برقرار نمیشه. من فردی تو میگم حیو احمدزاده، من میگم سروش زاده. چرا من به سروش میتونم اعتماد کنم پشتم بدم به سروش؟ یه ملت نیستیم، از یه ملت بالاتر، میگه انسان نیستیم. ما این رو باید گسترش میدادیم ولی همه از هم دیگه ترسید. آخه با اولین اختلاف نظر یا نوع نگاه متفاوت دیگه به اون آدم اعتماد نداریم. آخه اصلا ما حرف طرف درک نمیکنیم. ما از قبل نیکن حرف بزنیم میگه متفاوتی، همین متفاوت بودن یه مخالف بودن، یعنی منتقد بودن، یعنی دشمن بودن، حتی که تعریفایی که کدوم چیز نداره. دست که خب همین الان خدای نکرده این کشور یه چیزی بشه، من قول بودم شیخ نشینای عرب و اینا بلای سر مملکت ما بیارن که روزگار ما یاد کن، چون کینه دارن از ما دیگه. اون دنبال این نیستن که مثلا یاد چیز جنگی بشه خدای نکرده یا فلانی بشه اگه اقتدار از دست بده. ما قد مسائل و مشکلات مشترک داریم، حالا از کروناش گرفته فلان، اینقدر اختلافای بزرگ نداریم با هم دیگه. من یه مثال درباره من ایرانی و شما مشترکاتمون دارم. بیشتر از اختلافات خیلی خیلی. آقا من یه مثال براتون میزنم. آقا من شما ایرانی اگه سیگار بکشیم میکشیم سیگار، ممکنه الکل مصرف کنیم ولی دوست نداریم بچه‌مون الکلی یا سیگاری بشه. دوست داریم؟ پس میدونیم بد چیه، خوب چیه. خودی خیلی ممنوعی خوبیه برای صحبت کردنمون با هم دیگه. چرا؟ چون میدونیم اگر من امروز جلوی بچه‌م سیگار کشم فردا بهش نمیتونم به بچه‌م بگم سیگار نکش، خوب خودت میکشی. ما اینقدر قاعده های در مورد موضوعات مشترک داریم ولی هیچ وقت نمیشستیم. اصلا مثل بچگی دیدیم برق میرفت دور علادین همه جمع میشدیم، علادین و چراغ میشد منبع جمع شدن. ما بعد وقتی برق بعد بره تلویزیون بعد بره، به نظر من اصلا به خانوادمون ببینیم، زنمون رو ببینیم، بچه‌مون رو ببینیم، بشینیم دور هم حرف بزنیم. این کم شده. این تکنولوژی که شما میگی تلویزیون شده جهان، چون جهان توی تلویزیون کوچیک میشه ما فهم کنم ما همون بزرگترین دست که اگه بالا پشت اون بخوابیم دیوانه این هست. ما کیم چیکاریم که همه به جای خدا داریم تصمیم گیریم برای بقیه مردم این بده، این کار است، اون گروه فلانه. یه کم در بیام از این. شاید چیزی که آی سعید به من یاد داد بقیه دوستان به من یاد میدن هم آقا تو اگه به اون بچه تو سیستان بلوچستان هم فکر کنی بدون متاهم سیاسی مادی نمیخوای بری اونجا بزنی که فردا بری رأی بیاری، یا نمیخوای بری که فردا بگن آقا آدم خوبه دینش خوبه، حتی اینم به نظر من غلطه. آقا چون دوستت دارم امیدم این کار باید کرد. چرا ما نمیتونیم با هم دیگه دوست داریم؟ این کلمه دوستش نمیشه. دارم یواش یواش جواب سوالی که اول برنامه ازتون پرسیدم پیدا میکنم دیگه. از روی حرفایتون داره جواب سوالی که اول برنامه با شروع شد مشخص میشه. یه سوال، در کشور عراق هم آثاری چاپ شده که بی‌طرفانه باشه، جانب انصاف و اعتدال. بگو یه چیزی برات بگم خیلی جالبه. اصلا تو مردم عراق اصلا دوست ندارن اسم جنگ ایران عراق بیاد. خیلی جالبه. یعنی برخلاف اینکه اون مادر شهید ما میره سر قبر، چون بلایی سرشون آورد صدام، مثلا وقتی که نفر کشتاشون بوده اینا مخفیانه باید دفن کنه، حق نداشتن تا جنازه به صورت را بندازن. نگاه کنید وقتی یک کشوری خودش میدونه که تجاوز کرده براشون اصلا این جنبه افتخار نداره. یعنی چی میگم؟ این رو همه من چون خودم پسرعمام عراقی ان و رفتم اونجا، دو تا پسرعمام تو جنگ ایران عراق کشته شدن. وقتی میرم عراق کربلا با اینا سر میزنم صحبت کردناشون میبینم، یعنی چیز با افتخار اینه احساس میکنن که تلف شدن زیر دست یه آدمی به نام صدام. برای یه تفکری که میگو که آقا جان من این دوتا شیعه هم هر کنم کشته بشم مثلا به نفع ماست. نمیخوام برم وارد موضوعات بشم، برای اون دید حقیرانه که او مثلا به نژاد
ایرانی داشت مثلا یا فلان. و حالا من میگم همه اینا هم در واقع نشأت گرفته از این بود که در واقع تخم کینه که سری رودخونه درست کرده بودن رو گسترش بدن. ما هم باید حواسمون باشه تو نوشته هامون توهین نکنه، تغییر نکنه. ما نمیدونم من اگه گفتم اون دست اروند به دنیا اومدم چی میشدم یا فلان. ولی کن گفتم از حقوق خودمونم تو تمام این مسائل هم سعی کردم، چون سعی میکنم انسانی رفتار کنم. من یه مثال مشتری بودم، من یه خونپاره سر 60 بود که شهر آبادان داغون کرده بود. من موقع ترکش خورده رو نمیتونستم دیدگاه برم بالا. بعد اومده بودیم زد رفیقامون رو شهید کرد، خانم فرانیان شهید کرد فلان اینا، و ما خونپاره انداز آخرش پیدا کردیم با مهماتی که از ژاندارمری سرش کلاه گذاشتیم و به عنوان چیز به نوعی سرقت کردیم، خونپاره انداز رو زدیم اون دست ارمن. 30 سال گذشته بود، 2-3 سال پیش از مشهد یک دوستان زنگ داد که آقا یه عراقی اومده اینجا سرهنگه که قبلا سرهنگ بوده و چیز شده، دکتره الان یه معاونه بیمارستان در بغداده، این خیلی احساس میکنه که در واقع بد کرده. گفتم بری چی؟ آبادان میگه زدم و فلان و این با توپخونه هم گفت الان داره میاد آبادان که بره بطره، ماشینش بطره است که از بطره برداره بره بطره. ما گفتم بری باش مصاحبه کنیم، از اون دست آبم خبر بگیریم که اون زمان ما که این دست بودیم. رفتیم بری باش نگفتیم که ما خمپاره انداز بودیم. آقا صحبت کردیم صحبت کردیم، وسط صحبت ها متوجه شدیم که این همون خمپاره سری 60 بوده که فرمانده قبضای سری 60 بوده که شهر آبادان میداده. چقدر عجیب. من به نقطه روی گوگل مپ جای قبضش رو بهش نشون دادم، گفت شما از کجا میدونید که اینجا جای ما بوده؟ گفتم خب ما وقتی میخوایم با یکی مصاحبه کنیم. بعد گفت که من اینقدر عذاب وجدان دارم که شب خوابم نمیبرم که خمپ با توپخونامو خمپاره اندازمو شهر میزدیم. به اینا با من گفتن شهر خالیه. بعد خمپاره سازی خمپاره معمولی نیست، به جای اینکه از لوله پر بشه از با مثل توپ از کلاس پر میشه از ته. بعد یه دونه از قبضای سرش گولای سرش که تو شهر خورده بود و پشت پالشگاه هنوز آسفالت نشده بود رفتیم بهش نشون دادیم. رفتیم جاهایی که بقیه مردم شهید شده بودن و ما میدونستیم، مثلا اون عطاری گله داری که شهید شده بود خمپارهش خورده بود و یه زن عرب با بچهش با خودمون عطاری شهید شده بود. ولی بهش نمیگفتیم تو. هی میرفتیم اینجا فیلم میگرفتیم، عکس میگرفتیم تا رفتیم گلزار شهدا آباد. 4200 اونجا شهید غیر نظامی دفن شده. اینا رو که دید ریخت به هم. گو اینا تو کشتن اینا من دست داشتم. بهش گفتم که نه اینا مال موقعی که هنو قبضه شما نمیدوده شهر خالی نشده بوده. گو بعد از 20 سال امروز امشب ساعت با وجدان را سوده بخواب. بعد بردیم یه جایی که اتفاقا یه نارخوری بود به نام پاکستانی که نزدیک یک جایی بود که دوستامون هم با همین خونپاره شهید شده بود، نار بهش دادیم و برسوندیمش و رفت. بعد بچه‌ها گفتم داره چی بهش نگفتی؟ گفتن نوا کنی 20 سال شب خواب نداشته. اگر ای با یک چوب دستی نظامی و با غرور اومده بود حتما کاسهش میذاشتن. یه آدم تو جنگی که خودی هم میگفت که من اصلا اول جنگ فرار کردم، پدرم و عشیره رو جمع کردم، من اولگاه یه توفک کنم تمام عشیره کشته میشن، تمام عشیره رو میکشن، پس باید بری سربازی. گفتم تو ناچار بوده، او ناچار بوده به علت جنگیدن شلیک کنه، ما هم ناچار بودیم به عنوان اینکه پشت رو مردم بودن به جنگیم، هر کدوم یه ناچاری داشتیم. ولی ما تو ناچاریمون بهش میبالیم و او به ناچاریش تأسف میکنه. این انسان شرط انصاف نیست که ما او رو لهش کنیم فلان. بعد ما نمیدونیم واقعا گولایی که او شلیک کرده همش او توش بوده که بچهای ما شهید شما که نمیدونیم علم غیب که نمیدونیم دقیقاً که مرخصی بوده مثلا. بعدم یه چیز دیگه ازش سوال کردم که راست اون موضوعی که قبضتون خورده که میگه قبضمون خورده، چون گوهر دو تا بچه‌مون کشته شدن و مال بغداد بودن و خود مثلا یه دفعه هم اینقدر با ما گفتن شلیک کنی که قبضمون منفجر شد که دو سه تا باز بچه‌هامون کشته شدن. بعد گفتم یه چیز دیگه، ما تو خود زمان جنگ انتقام رو گرفتیم، زدیم قبضه رو دیگه، حالا او محیط نیست نمیدونه ما چیکار کردیم و ما هموناییم، ولی ما میدونیم او چیده، ما رو باید سوء استفاده کنیم از اطلاعاتی که داریم. نکنید من فکر میکنم که بجز بعضی از مسائل خوی حیوانی تو بعضی انسان ها که لذت انسان بودن نچشیدیم. خیلی لذت بزرگی که های سعید داشت، سلیمانی داشت وقتی میرفت نکنید تا
کرکوک که میخوام بگم داعش بگیره، یه آدم بلند میشه تو شهرهایی که مردم دارن فرار میکنه، تنهایی میره اونجا یه خط درست میکنه. خود بارزانی ببینید درباره چی میگه. بارزانی که دیگه طرفدار جمهوری اسلامی که نیست که. من یه مثالی بزنم در رابطه با این جبهه ضد قهرمانی مثل سلیمانی درست کردن. من این کتاب گزارش مستر چیک برای همین بردم. میشه این دو تا کتاب معرفی کنم؟ آره، کتاب گزارش های مستر چیک. اون فیلم نه، اون فیلم اشتباهی خونده. آه اصلا فیلمو نمیخوایم معرفی. نه اصلا تون رفتن دیدم گزارش های مستر چیک از رویدادهای فارس و بوشهر در جنگ جهانی اول، افشین پرتو، دانشنامه استان بوشهر. آره اینا رو در واقع حوزه هنری بوشهر چاپ کرده، داده ترجمه کردن. آه حوزه هنری استان. بعد نگاه کنید، بعضی ها میگن که آقا مثلا ما ناراضیم، منتقدیم، اصلا مخالفیم، دشمنیم با حکومت. باش آقا، باید یه ایرانی باشه که واسه چگونگی اداره ایران دعوا کنه. با ایران که دعوا نداره که، هممون مشترکاً داریم میگیم به خاطر ایران دعوا دارن. باش من یه مثال میدم. رئیس علی دلواری در زمانی که بود، دولت قاجار دولت خوبی بود، دولت قابل اون مرا چشم بزرگ داشت و تقدیسی بود، حالا هر چه آدم خوب، ولی رئیس علی استاد نگفت چون دولتم با من ارتباط نداره. نگاه کنید، زمان رئیس علی میاد میسه و الان میمونه، ولی کسی که زده کشتتش از پشت به دستور انگلیسا نمونه. این خاطرات، خاطراتی که بده من یه تیکشو بخونم، من دوست دارم تیکشو بخونم. بعد از 80-90 سال اینا در اومده دیگه. این مستر چیک زاره به رئیس علیه. بله، این مستر چیک تی کتاب میگه که سه‌شنبه 1 سپتامبر 1915 چگونه در واقع غلام حسین که قاتل رئیس علی رو چجوری پذیرفته. میگه بگمانم راه را یافتن. خیلی ماجراها داره که رئیس علی رو تطمیم میکنم، میگه نه قابل تطمیم نیست و تطمیم گرفته ما بزنگ. پس بنابر ترورش میگیرن. میگه به گمانم راه را یافتم، دیشب او را یافتم. میزا رحمت لیلکی مرا به نزد او برد. میزا رحمت لیلکی مترجمه و در واقع تید سفارته. صحبت ها انجام شد، غلام حسین پذیرفت. شاید هیچ کس اشک نریخته مرا ندید. آن کس که باید کار را تمام کند پذیرفت که چنین کاری را انجام دهد. نه تنها در این دیار، بلکه در هر دیاری هر نوع آدمی پیدا می شود. پذیرفت و رفت. من و میرزا رحمت بازگشتیم. فهمیده بود در فکرم، اصلا صحبت نمی کرد. بر چنین ملت حکومت کردن آسان است، به لقمه نانی خرسندند. ما همه این را می دانیم، ما و روسها و آلمانیها و فرانسویها، و هر یک از گوشه پا به این میدان می نهیم. تا 2-3 ماه پیش فکر می کردم قوقای شگفت‌تر برپا شد، ولی با همه چیز کنار آمدند. سه‌شنبه 8 سپتامبر 1915، یعنی 7 روز بعد. خب در سیلاب دگرگونی ها حادثه ای روی داد. تمام شد، یکی رفت، رئیس علی کشته شد. میرزا رحمت لیلکی همه امروز را چشم به من دوخته بود، به وقتی بعد از ظهر خبر را آورد از سکوت طولانی هم تعجب کرد. هرگز شانهش را نفشرده بودم. پس از بایان دورای طولانی سکوتم شانهش را فشردم. باید قهقه سر می دادم، ولی نمی خواهم. آن کس را که برگزیده بودم کار را تمام کرد. در میان درگیری، تیری و فریادی و مرگی، پایانی بر یک ماجرا. آدمی افتاده بر خاک، در خاک خواهد خفت. فردا درباره او و من با آن خاک چه خواهند گفت؟ من و او جنگیدیم، ولی فردا درباره آن کس که تیر را انداخت چه خواهند گفت؟ بی حوصله ام، باید بروم پرسه ای بزنم. شبی شرجی و گرم است، از شهر هیچ صدایی نمی آید. نکنید رئیس علی میمونه چون هیچی برای خودش نخواست، نه جنگید که همه این تهمتایی که امروز قاسم سلیمانی میزنن به تهمت به اونم میزدن، میگفتن قاچاقچیه، به خاطر قاچاق داره این کارو میکنه فلان. تو کتاب میگه، میگه همه تهمتا رو به زدن، همه فلان کردن، ولی خودشون هم میدونن که اینا یک جبه، یک جبسازیه. شما وقتی فکر بکن مثلا قاسم سلیمانی میگم با ابوبکر بغدادی قیاس میکنن. سلیمانی با کدوم دختر عراقی تجاوز کرد؟ کدوم خونه رو غارت کرد؟ کجا دستور داد که اینا رو به جلوی اینا استاد؟ همون تید اول من تو زلزله هست، اینا جلوی جنگ استادن، جلوی داعش استادن. خب با جبسازی میشه همه کار کرد، دستگاه تبلیغاتی دست اوناست. ما نباید یه طوری بشه که حتی به خاطر اینکه با فلان کت حکومت ناراحتیم بیم آریو برزنای خودمون رو نابود کنیم. اینا میمونن. نگاه کن حقیقت
مثل همین کتاب بعد 80 سال در میاد، یا کتاب های دیگه، یا فلان فهمان. ممکنم هر کسی در مورد هر نظری داشته باشه. خود جنرال آمریکا میگن ای کاش یه دونه مثل جنرال سلیمانی تو ارتش آمریکا بود، یک نفر. نکن من خیلی نمیخوام در مورد این موضوع افسانه سازی کنم فلان میکنم، ولی ما یک نفر تو را بهمون تنمش میخوره میگم ببخشید معذرت میخوام، طرفم گفت خواهش میکنم. یه نفر تمام زندگیش گذاشت که داعش نیاد دوباره اون بلایی که سر من بچه آبادان داد. من از 15 سالگی تا 23 سالگی تمام عمرم تو جنگ گذروندم. اگر یک نفر همون روزای اول مثل قاسم سلیمانی تو خرمشهر بود، یعنی میذاشت ارتش عراق خرمشهر بگیره یا مرزه بگیره، من 15 سالگی یا 20 سالگی مجبور میشدم بجنگم؟ زندگیم یه چیز دیگه میشه. این هم آدمایی که خانواده‌ای که شهید شدن، کشته شدن، فلان کرد. چون سرمون نیومده درکش نمی‌کنیم به نظر من. خدای نکنه اینا سوریه‌ای ها درک میکنن، عراقی ها درک میکنن. شما برید فیلمایی که از خانواده‌ای که مورد تجاوز داعش قرار گرفتن رو ببینید، بعد ببینید چی گذشته بر اونا. ما خدا رو شکر میکنیم که نگذشت. مثل کسی که میگه شکست استخوان میداد درد مزایای تو چی بهش میگن، چی میگن مزایای داروه رو، اینم هم همینه. ما باید تفکیک کنیم. برای موندن ایران خیلی زحمت کشیدن و قاطی کردن همه مسائل با هم دیگه میتونیم ما بریم میگیم اگه آریو بردن هم واقعی بوده، مثلا دوره هخامنشی هم فلان بوده یا دوره ساسانیان هم فلان بوده، مثلا او یه داستانه، یه داستان. تفکیک به موضوعات نگاه کنیم. قدردان کار خوب هم دیگه و منتقد کاری بده هم دیگه باشیم. ولی وقتی که توجیه برای بد کردن خودمون نشه. نکن من به نظرم حاج سید میتونست خیلی راحت تو خیلی از موضوعات طاهری انجام نده. من چه که برم تو زندان فلان کن، احساس دلسوزی میکرد. واقعا زندانی ها رو مثل برادرای خودش میدید. میگه مثالی بدم، میگه الان من تو را تصادف کنم، من میرم زندان. دوست ندارم یکی بیاد پیگیر کارم بشه. خب بیایم یه سیستم طراحی بکنیم. و مهمترین کار صداقت و خلوصش بود. یعنی مخاطب زندانی که نگاهش میکرد فیلم که نمیکرد که اومده اینجا عکس یادگاری با من بگیره. دیدید که بعضی وقتا من حیا مزده تا یه زلزله میاد میرم یه دقیقه یه اک با یه زلزله میگیرم. حالا خودی که خدا شکر پر سبزم هست که بعد بگن همه مثلا من هنرمند، من حیا مزده، من سیاسی، من چهار تا مسئول میریم، چهار تا دستور اونجا. نه این میرفت قبل و بعد میموند. بعدم رفت سوریه جلوی داعش ایسا شهید شد. خب یه آدم میخواد چی بهش بگی؟ میخواد بگی که یه آدم مثلا ماهی 2000 دلار بهش میدادن، خب بیام به تو 2000 دلار بدم بلند شو ببر جون خودت به خطر اون. چه حرفا چیه میزنه درباره کسی که نمیشناسیمون باشون حرف نزدی. میگه در مورد زندانا کرب از کسی یک ریال پول گرفت، جشنواره کی گرفت، یک پرده پرستویی میگه ایشون، میگه من تا 9 دوره که جشنواره میدن که ایشون شهید، تو من نمیدونستم که اصلا دبیر جشنواره اینه. سوریه شهید شده. منم سوریه شهید شدم. بله. نگاه کن فکر بکن یه نفر دبیر یه جشنواره است، یه آن احمد پرستویی اومده 9 دوره اون جشنواره شهید، نمیدونست که دبیر ایشونه. یک ریال پول بابت جشنواره نه از کسی میگیرم نه کاری میکنم، پول موبایلش هم خودش میده. خیلی ممنونم آقای احمدزاده، ما خیلی صحبتاتون و خاطراتتون جالب بود. ما رسم برنامه‌مون اینه که سردیس یکی از بزرگان ادب فارسی رو تقدیم مهمان برنامه میکنیم. صحبتاتون جذاب بود و دیگه وقت گذشت، بعد از برنامه تقدیم حضورتون میکنم. خیلی خیلی ممنونم که اولا میدونم درگیر فیلمتون بودین که به جشنواره برسه، ولی زحمت کشیدید و دعوت ما رو قبول کردید. خیلی متشکرم از شما. من به عنوان جنبدی سروش ازت اجازه میگیرم از حرف خودت چند تا برنامه قبل تر وام بگیرم که درباره کتاب یک دو سه بینایت داشتی صحبت میکردی از یه خانم، که تو این کتاب من دیدم که همین برداشتی و شکل رو کشیدی یه نقطه مرکزی چند تا نقطه دورتر و فهمیدی که وقتی که این نقطه تا اینجا ایستاده ممکن نسبت به اینها فاصله یکسانی داشته باشه، ولی به هر کدوم اینا نزدیکتر بشه به یکی دیگه دورتر میشه. بحث فضیلت و رذیلت این با یک عده نزدیک شدن بود که نزدیک شدن به یک عده یا یک گروه باعث دور شدن از گروه دیگه میشه. من خیلی جالب برات بگم چیزی که من سیل خوزستان و حالا زمان دیگه شهید قاسم سلیمانی دیدن بود که ایشون وقتی رد میشد سعی میکرد با همه طوری رفتار بکنه، همه رو طوری به خودش بنشونه
که همه احساس بکنم با او رفیق‌تره. این رفیق‌تر بودن نه اداش در می آورد. من یه مثال برات میدم. ما دو تا فیلمبردار داشتیم، یکی از دوستان منم آقای روشنکار که ایشون اتریش اصلا درس خوندن فیلمبرداری، و دوست دیگه اون که ایشون دانشجو ایشون بودن. وقتی که ما تو سیل خوزستان وارد خونه شدیم که حاج قاسم بود، حاج قاسم نشسته بود به دیوار تکیه داده و بلند شد به دست این دوتا رو گرفت و بس فیلمبرداری میشه ببینم شما چیکار میکنین کجا هستین فلان. طوری تو اون دو سه ساعتی که اینجا بود با اینا برخورد کرد و با بقیه، سردار نشسته بود، دیگران مسئولین هم نشسته بودن، و اینا احساس کردن که چرا باید ما رو از همه بیشتر توجه بکنه و از دلش کار میکرد. من یادمه هنوز قاسم یک دو ماه شهید نشده بود، 16 آذر من رفتم دانشگاه آزاد بوشهر، اینا اومدن و در مورد این صحبت کردن، هنوز حاج قاسم هم شهید نشده بود. من به نظرم همون مسئله بود که ایشون دیگران رو محور میدید نه خودش رو محور میدید، به خاطر اون فاصله رذیلت و فضیلت اصلا انجام نمیشد وقتی دیگران خودش رو محور میشد. ارادتمندم، دارم باز هم در خدمت شما باشم. زندگی رسم خوشایند نیست. آقای دکتر کاکاوند سلام. درود بر شما. ارادتمندم. هفته پیش که شما کسالت داشتین و تشریف نداشتین، جاتون برای ما خیلی خالی بود. بیننده هام خیلی اظهار کرده بودن، هم جویای حالتون شده بودن، هم جای خالیتون رو حس کرده بودن و احوال پرسی کرده بودن. خب با اینکه بیماری چیز خوشایندی نیست، بعضی وقتا عامل میشه برای که احساس خوبی به آدم منتقل بشه. واقعا محبتی که مردم داشتن، محبتی که شما دوستان داشتید، بسیار برای من مغتنم بود. من درود ویژه و خالصانه به همه عزیزان ارائه میکنم و خب ناگزیر بود دیگه. یعنی من اگر میتونستم، حتی اندکی توان داشتم که میدونی چقدر مشتاقم که اینجا باشم. برصورت حالا اون اوج بیماری گذشته و تا ببینیم. خیلی ممنون که امروز اومدین و خوشحالیم که حالا دوباره سلامتی برگشته و در خدمت شما هستیم و ادامه بحث درباره استاد مهدی اخوان ثالث. بله، اگه به خاطر داشته باشید آخرین بحثی که داشتیم شعر خانه هشتم رو خوندیم و چند کلمه دربارش صحبت کردیم. اگر شما هم موافق باشید چند کلمه دیگر درباره این شعر بگیم و بعد قسمت دومش رو، چون تو کتاب در حیات کوچک پاییز در زندان این شعر به دو شماره خانه هشتم و آدمک یک، خانه هشتم و آدمک دو شماره گذاری شده که یکیش خانه هشتم یکی آدمک. در واقع ما خانه هشتم خوندیم، بعد از این بریم سراغ آدمک. اگر امروز فرصت بشه که چه بهتر که آدمک رو هم بخونیم. اما در خانه هشتم که تعبیر جدیدی محسوب میشه، چون همه با عدد هفت در شمردن خانها آشنا هستن، چه هفت خانه اسفندیار چه هفت خانه رستم، این خودش یک ابتکار بود با توجه به نگاه اساطیری که اخوان در شعر معاصر در واقع با انرژی تمام وارد کرد. خب میشد در شعرهای دیگرش هم داشت، در آخر شاهنامه میشد تصور کرد که او مراجعه به شاهنامه کرده و داستان کشته شدن رستم به دست نابرادریش شغاد موضوع این در واقع شعر هست. باز هم مثل بهترین شعرهای اخوان شعر روایی هست. در اون کلیاتش صحبت کردیم. نکته جالب اینه که اخوان در اینجا بیش از آن که مثل دیگر اشعارش یک ذهنیت سیاسی و انتقاد و اعتراض به سیستم حاکم داشته باشه، بیشتر انتقاد اجتماعی اخلاقی کرده. مردانگی رستم در برابر فریب و نامردی شغاد قرار گرفته. حالا رستم چون محبوب ماست، قهرمان شاهنامه است و در اینجا هم قهرمان قصه محسوب میشه، طبیعتاً نقطه تمرکز اخوان هم میر روی رستم که اون تکگویی هایی که درون خودش رستم داره انجام میده که از نابکاری شغاد، این
دعوت نامردانه ای که با فریب همراه بوده گله میکنه بیشتر یادآوری است که اخوان داره به در واقع کاهش یا افت اخلاق در جامعه میکنه. خب این چیزیه که شما در شعر زمستان در دهه 30 که قبلا ازش یاد کردیم میبینید، در اون قسمتی که میگه نفس که از گرمگاه سینه میآید برون، ابری شود تاریک چو دیواری سد در پیش چشمانت. نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. حقیقت تلخی که تو این بند هست اینه که دوستان دور و نزدیک دیگه دوستی نمی کنند با آدم و تو از اونها آسیب میبینی. در شرایط بعد از کودتا هر کسی ممکنه جاسوس حکومت باشه، هر کسی برای اینکه رفع اتهام بکنه از خودش دیگران رو خراب کنه، لو بده، گزارش بده از دیگران و حالا میخواد به شکل طبیعی که توقع نداشته باشه دوستان با تو دوستی کنند. وقتی نفست که از وجود خودت خارج میشه، دیوار میشه، دیگه چه توقعی از دیگران داری؟ همین موضوعی که در شعر خانه هشتم گسترده تر شده که تو دیگر نمیتونی توقع مهربانی، وفا و صداقت از دیگران داشته باشی. یک دعوت به شکار که ظاهرا دعوت دوستانه است منجر میشه به اینکه چاهی لبریز خنجر و سنان سر راه رستم باشه و این نکته که خیلی بهش پرداخت میشه. از طرف دیگر ساخت و ساختار روایت در این شعر اخوان ثالث این مجموعه رو در نیمه دوم دهه 40 منتشر کرده. لااقل شعر خانه هشتم با توجه به تاریخ گذاره دی ماه 46ه. نزدیکه به جهان فکری و ذهنی و تصویری شاعر معاصر اون روزگار نزدیکه با توجه به نمادهای تثبیت شده شعر معاصر، شعر اجتماعی و سیاسی معاصر. زمستان و سرمایی که توش امید وجود داره و آتش. زمستان و سرما بستر بسیاری از اشعاری است که اخوان گفته مستقیما با شعر زمستان و غیر مستقیم با شعرهای مختلفش. شعر داره به نام برف که همه شعر زیر بارش یک ریز برف اتفاق میفته، بازم روایت. یا شعری داره چارپاره میگه بخز در لاکت ای حیوان که سرما نهانی دستشن در دست مرگ است، مبادا پوزت بیرون بماند که بیرون برف و کولاک و تگرگ است. که باز اون ناامنی اجتماعی، اون فضای پر اختناق پر فشار رو شبیه ترین تصویر طبیعی که درش پیدا میکنه زمستان هست. و حالا پناه بردن از این زمستان، در شعر زمستان به میخانه پناه برد که حالا در اون میخانه باز نشد، در اون شعر در اینجا به قهوه خانه پناه میبره، در واقع به جای گرم که گفت قهوه خانه گرم و روشن بود، از سرمای تاریک یک شب سرد زمستانی به تعبیر نیما پناه میبره به قهوه خانه که گرم و روشنه. این گرمی و روشنی در شعر خانه هشتم هم از جهت فیزیکی، هم از جهت محیطی گرمه قهوه خانه، هم بحث گرمی درش جریان داره. در واقع یک دلگرمیه برای انسانی که امروز احساس ناامنی میکنه، یک گذشته بزرگ که میشه بهش مراجعه کرد و پشت کرد بهش، از این معنی که تکیه کرد بهش، پشتگرمی داشت بهش. و اینجا رستمه که نماینده اخلاق پهلوانی تاریخ ماست. و وقتی میگیم اخلاق پهلوانی منظور است که پهلوانها از رستم بیاموزند. اخلاق پهلوانی وقتی در یک اسطوره شکل میگیره در واقع یک الگوی انسانی محسوب میشه. باورهای آرمانی یک ملت در این حوزه به خصوص که اخلاق هست در اسطورهشون خودشونشون میده. رستم تمامی این باورها رو جواب میده. این رستم از جهت اخلاقی، از جهت خلق و خو، از جهت وفا، مردانگی و مروت، فتوت، همه اینها اوج خواسته های ایرانی تاریخی است که میبینید حتی در داستان رستم و اسفندیار وقتی که رستم اسفندیار رو از پادر میاره، حالا قصه که فوق‌العاده قصه شورانگیزی هست، خب اسفندیار اومده بود که رستم رو تحقیر کنه، دستشو ببنده، یک پهلوان بزرگ رو در مقابل چشم نسلش و تبارش کوچیک کنه و برای اینکه خب تاج و تخت به دست بیاره او رو به مرکز ببره. این دشمنی دیگه دارن هم دیگه رو سعی میکنن بکشن دیگه.
رستم وقتی پیروز میشه آخرین حرفش رو اسفندیار به رستم میزنه، یعنی وصیتش رو به رستم میگه. این رستم باید چه شخصیتی داشته باشه که تو که به دست او کشته شده ای باز محرمت میشه رستم؟ یعنی اینقدر اعتماد به این شخصیت داره که میدونید وصیتی که اسفندیار به رستم میکنه اینه که پسر من بهمن رو زیر پر و بال خودت بگیر و پهلوانی مثل خودت از او بساز. بهمنی که یکی از تندترین آدمهای خانواده اسفندیار که یک بارم سعی میکنه رستم رو ناغافل از پادر بیاره، سنگی از روی کوه قلط میده به سمت رستم، یعنی از اون بچه جوونهای خیلی تنده، ولی رستم به اسفندیار تعهد میده که این کار رو بکنه و همین کار رو هم میکنه. میدونین یاد چی افتادم آقای دکتر؟ که توی وصیت نیمایوشیج اشعارشو به سه نفری که بله. میسپره جلال آل احمد و ابوالقاسم جنتی عطایی و از همه مهمتر دکتر محمد معینه، که دکتر معین اصلا استاد ادبیات کلاسیک بوده. مخالف نیماست و بله. نیما تو وصیت‌نامه‌اش میگه من ایشون رو ندیدم و میدونم که مخالف منه، ولی اعتماد علمی بهش و دکتر معین هم سنگ تمام بله میذارن برای جمعه. حالا این ببینید وقتی میگیم اسطوره نهایت و در واقع اوج درخواست آرمانی یک ملت هست، این منش ایرانی رو نشون میده که در رستم خودشو حالا اگر هم از بین رفته داره یادآوری میکنه. شما همینجا میتونید به راحتی این داستان رستم و اسفندیار رو مقایسه کنید با داستانی از اساطیر یونان در اودیسه، وقتی که آشیل میاد که اون تروا رو فتح کنه، خب پهلوان اول اون شهر هکتور هست دیگه، پسر پادشاه شهره، برادر پاریس که جنگ رو اصلا اون شما بهتر از من میدونید این رو. وقتی که آشیل به سبب این که خب روین تن هم هست و پهلوان بزرگی هم هست، آشیل در فرهنگ اساطیری یونان مجموعه رستم و اسفندیار، یعنی هم پهلوان اول هم روین تنه. وقتی پیروز میشه به هکتور، جنازه هکتور رو رها میکنه روی زمین که سربازانش با اسب از روی جنازه او رد بشن، که حتی پدر هکتور از او خواهش میکنه که جنازه‌شو بذار ما ببریم توی شهر، که اجازه نمیده. ببین همین یک اتفاق کوچک قابل مقایسه است. رستمی که میاد رو سر اسفندیار، وصیتش رو گوش میکنه و عمل میکنه به وصیتش، و آشیلی که دشمن رو زیر پای اسب ها میندازه. این منش ایرانی رو نمیخوام اونها رو تحقیر کنم، ولی تأکید روی منش ایرانی هست، و این منش هست که اینجا میبینیم که رستم با اون که ته چاه زخمیه در حال مرگ چقدر بزرگ منشه. به این فکر نمیکنه که چجوری خودشو نجات بده، ای وای من دارم میمیرم، به این فکر میکنه که این قدر و ناجوان مردی چرا داره پیروز میشه. این دغدغه روشن فکر معاصر در معنی مثبتش هست. و اصلا فیلمایی هست، کتابایی هست، حکایاتی هست که دو نفر با هم در جنگن، در تخاصم و دشمنی، حال دشمنی که در جنگن، ولی به هم احترام میذارن، اصولی رعایت میکنن، مخصوصا در حوزه جوانمردی. بله. وقتی بحث خب قبل از این کار اخوان، مدت ها قبل از اون، ما داستان کوتاه داشاکل رو داریم. در داشاکل یکی از مضامینی که مخاطب متوجهش میشه اینه که روزگار مردانگی داشاکل به سر آمده و حالا کاکا رستمه که باید پیروز بشه. این احساس منفی که در داستان، جدا از درمایه های مختلفی که داستان فوق‌العاده‌ای که لایه های مختلف داره، جدا از نظر نویسنده که اصلا میخواد سنت ها رو مقابلشون بسته، سنت های موهوم رو، یکی از درمایه ها اینه که داشاکل به دست کاکا رستمی که نابکاره، اون اخلاقی که ایرانی، مخاطب ایرانی نمیپسنده، در کاکا رستم اینجا جلوه‌گر شده و کاکا رستم پیروز میشه در جنگ با داشاکل. و این اندوهی که مخاطب رو میگیره بیشتر به خاطر اینکه دوره کاکا رستم ها شروع شده، نه در این داستان، شاید نگاه اجتماعی انتقادی نویسنده است به جهانی که اطرافش بوده. و اینجا باز دوباره میبینیم شقاد، اما اخوان ثالث با اون نگاه معترض، با اون نگاه یه جور مبارزانه ای که داره، با توجه به شناختی که از رستم داره، اجازه نمیده شقاد ادامه پیدا کنه. شاید رویای
اخوانه که در پایان داستان حتما رستم با تیری باید شغاد رو به درخت بدوزه. یعنی شغاد خوشحال از اینکه پیروز شده، بر سر چای ایستاده و میخنده، اما رستم اجازه خودش رو نجات نمیده. اگرچه در پایان قصه میگه میتوانست او اگر میخواست، اما اون اولویتش نیست. اولویتش اینه که شغاد نمونه. اگر من میرم گلستان سعدی جمله‌ای داره، این عبارت رو بذار پای بیماری من، ولی نقل به مضمون میکنم که میگه محال است که هنرمند بمیره و بی هنر جای او رو بگیره، که فوق‌العاده حرف بزرگیه. یعنی جهان به این سمت میره که حتی اگر هنرمند نبود، بی هنر جای هنرمند رو نمیتونه بگیره، حتی اگر مقطعی بگیره ادامه‌ای نه. این شکل آرمانی نگاهه شعر ماست، شعر فارسی است که در اینجا میبینیم که اخوان به این شکل این رو بیان میکنه. خیلی خیلی متشکرم. این در واقع فکر کنم مدخل و مقدمه خیلی خوبی بود که حالا هفته بعد از ابتدا دیگه شعر رو شما بخونید و توضیح بدید. بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.